خوش آوردید. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. با نام یاد پروردگار، درود بر شما. شما بیننده یک کودک‌شای هیجانی دیگه هستید از شبکه نسیم. همراه من باشید. پشمان واضحی. خیلی ممنون. متشکرم. تمنا می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم. اول از همه به حضار محترم سال نو رو تبریک میگم. ایشالله که سال خوبی داشته باشید. ممنون که در این ایام به ما کمک کردید که ما برنامه رو بسازیم و اولین مهمانان در منزل باشیم، یعنی اولین بازدید کننده های عیدی ما باشیم از برنامه کودک شو. همون جوری که زمین در طول سال و در بهار سعی میکنه که خودش رو خونه تکونی بکنه، ما هم باید سعی بکنیم دلهامون رو خونه تکونی بکنیم. بشینیم فکر بکنیم، ببینیم چطور میتونیم از قهرهایی که داشتیم بگذریم، آشتی بکنیم و بتونیم در دلمون خونه تکونی بکنیم. در طول سال باید فکر بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و چطور میتونیم سال جدید رو بهتر، پر انرژی تر، زیباتر و مهربانانه تر آغاز بکنیم. چشم به هم زدیم زمستون تموم شد، بهار اومد. چشم به هم بزنیم، بهار زندگی هم میگذره و پاییزش سر میرسه. پس سعی کنیم که بیشتر به هم دیگه عشق بدیم، بیشتر به هم دیگه مهر بورزیم و بتونیم حداقل کاری که میکنیم یک لبخند جدید به لبخندهای جهان اضافه کنیم. پس سعی کنید از همین الان فکر کنید، ببینید که با کیا باید آشتی بکنید، به کیا باید مهر بورزید و عشق بورزید. بازم سال نوتون مبارک باشه. یه بار دیگه عیدتون مبارک باشه. نوروز فرصت مناسبیه برای پدرها و مادرها که وقتی منزل هستن آداب و سنن نوروز رو به بچه‌ها آموزش بدن. باشون سعی کنید سفره هفت سین رو بچینید، بهشون آموزش بدید که هر کدوم نماد چه بخشی از طبیعت هست و خلاصه اینکه لذتش رو ببرید. 8 سال زندگی مشترکشون رو آغاز کردن، یک خانواده 5 نفره هستن. دعوت میکنم از خانواده حاجی احمدی. خیلی خوش آمدید. مراقب پلا باشید. مراقب پلا باشید. بله بفهمید. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. سال نوتون مبارک باشه. گفتگوی داشته باشید با بینندگان داخل منزل. با عرض سلام، اکرم هستم، مادر ساتیار، نیتا و سیدا. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. یک سلام و تبریک عید به آقای بازدی. سلامت باشید. متشکرم. به حضار محترم و به بینندگان توی خونه عرض میکنم. امیدوارم که سال خیلی خوب و پرباری رو پر از سلامتی انشاءالله همه ما کنار هم شروع کنیم و به پایان برسونیم. الهی آمین. خیلی متشکرم. من فامیلی شما رو اشتباه گفتم. حاجی احمد. درسته یه نداشت. یه خودم اضافه کردم اسخانی. اشکال نداره. همه. خواهش می‌کنم بفهمید شما. مرسی. سلام می‌کنم خدمت شما آقای بازدی. سلامت باشید. همکارانتون، حضار محترم، بینندگان تو خونه. سال نو تبریک میگم خدمت همه. آرزو می‌کنم بهترینا براتون اتفاق بیفته. ان شاء الله برای همه مردم ایران. خیلی هم بد اخلاق نیستن آقای حاجی احمد. گفتید از کوره در میره. گفتن گفته؟ نه بله، گفتن که الان داشتیم میامد اینجا یه اتفاق افتاد، از کوره در رفت و فلان کرد و اصلا اخلاقش نه فیلمه یه ذره. نه چرا فکر میکنین اخلاقشون تنده؟ نه اخلاقشون تند نیست، مثل اسفند تو آتیشن، لحظه یه هم میپرن بعد پشیمون میشه، آروم میشه. واقعا؟ دیگه چی میگه؟ آره دیگه. میتونم بگم نه؟ نه ما میگم آره. بله مجبورید بگید. خیلی خب، داشتن 3 فرزند با سنهای 8، 5.5 و 4 ساله سخت نیست پشت هم؟ بعد چند تا پسر چند تا دختر؟ اولی پسر، دوتا هم دختر. دوتا هم دختر. بله. سخت نیست؟ از چه بابت؟ سختی رو تو چی ببینی؟ سختیش میرید آقای باز عشقش باشه اون مهم نی. و اینکه ماجرایی که شما چندین سال تهران رو رها کردید رفتید شمال، اصلا این جرقش از کجا به ذهنتون خورد و دلیلش چی بود؟ شما بگید. وقتی که سیدا به دنیا اومد
من پیشنهاد دادم که به همسرم گفتم که البته خب ایشون هم خیلی راغب بودن اما خیلی به خاطر بچه‌ها شمال می‌رفتیم، بعد تصمیم گرفتیم که کلاً اون پس انداز رو برداریم و یه مدتی تا وقتی که 3 تا 3 ساله میشه و احتیاج داره که ما کنارش باشیم کارو تعطیل کنیم و خب بریم اونجا. البته خب دورکاری و اینا می‌کردیم ولی خب اینکه کلاً بریم سر کار و اینا رو تعطیل کردیم، رفتیم شمال، 3 سال شمال زندگی کردیم، بچه‌ها رو کنار خودمون بزرگ کردیم و به نظرم یعنی ما تصمیم گرفتیم که به جای اینکه بازنشسته بشیم و بچه‌هامون موقعی که با ما احتیاج ندارن میرن پی زندگی خودشون، هی ما بعد زنگ بزنیم بگیم حالا نمیایم به ما سر بزنید، حالا بیاین با ما وقت بگذرونید، الان که بچه‌ها احتیاج دارن ما هم به حضورشون احتیاج داریم، بریم و لذت ببریم از بزرگ کردنشون، نمیدونم خاطره ها رو بسازیم برای خودمون. خب چی شد دوباره برگشتی؟ خب تصمیممون این بود تا وقتی که 3 تا 3 ساله میشه ما مثلا بیپول شدیم ما دعوت کنیم از بچه‌ها که در واقع مهمان اصلی ما هستن. سیدا مهمان ما دیگه نه؟ سیدا و نیتا. سیدا و نیتا. بله. ولی خب ساتیان هم همراهشون میکنه. بله بله. دعوت میکنم از سیدا و نیتا حاجی احمد که همراه برادرشون ساتیار که بزرگتره به ما بپیوندن. به به. آهسته بیاییم بچه ها، آروم. آروم آروم مراقب پله ها باشین، مراقب پله ها باشین، کمک کنید به هم دیگه. به به چه مهمون هایی داریم. دروازه دیگه خیلی خوش آمدید. ساتیا جان سلام. سلام. خودتو معرفی کن لطفا. من ساتیا راجی احمد هستم، 8 سالمه. عیدت مبارک باشه. مرسی. عید شما هم مبارک. خوش میگذره. قربونت برم. خوش میگذره. بله. دیگه مدرسه نمیری؟ راحتی دیگه نه؟ بله. این که دوتا خواهر داری چه حسی داری؟ حس خیلی خوبی با هم هر روز بازی میکنیم. چه بازی معمولا؟ مثلا ماشین بازی، گرگم به هوا، بودو بودو. بهشون شعر هم یاد میدی؟ بعضی موقع بله. بعضی اوقات شعر یاد میدی. و اینکه خواهر بزرگترتون اسمش چیه؟ نیتا. خب میکروفون رو بده به نیتا، براش دست بزنید لطفاً. سلام دخترم. سلام. عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک. خودتو معرفی کن واسه ما. اسم من نیتاه. پس شما رابطتون با ساتیا خوبه؟ با هم دیگه برادر بزرگتون دیگه بهتره رابطتون؟ دل. خوبه؟ بله. خب خدا رو شکر. و خواهر کوچیکتون اسمش چیه؟ سیدا. پس میکروفون رو بدید سیدا. برای سیدام دست بزنید لطفا. سلام دخترم. سلام. عید شما مبارک. عید شما مبارک. خودتون رو معرفی کنید لطفا. سیده حاجی احمد هستم. چند سالته؟ 4 سالشه. شعر بلدی برام بخونی؟ بله. یه شعر بلدی ستاییتون ما هم بخونی؟ بله. بخونید براشون دست بزنید که شعرشون رو بفهم. با هم نمیتونم. بخون بخون. عید اومده دوباره، گل های زرد و لاله بویده هر کناره. بهار و بهاره، عید اومده دوباره، بهار صفا میاره. بول بول شاخه گل همیشه تک تک بخونم بهتره. حالا بذارید من میخوام، من کیف میکنم، لذت میبریم. خب بقیه‌اش. آره مهم نیست اصلا یادشون بره. نه خودش حالشون بد. این آواز بهاره. بهاره. عید. بهار. عید اومده دوباره. خوبه؟ خب میخوام بریم اتاق بازی بچه‌ها. با مامان، بابا یا خواهر و برادر کدوم انتخاب کن؟ خب ما خواهش میکنیم شما دو تا دختره خوشگل که لباسه قشنگ پوشیدین با هم دیگه برید. ساتیا شما رو تا اونجا هدایت میکنه ولی خودش بیرون میشینه، مواظبتون هست. شما دو تا میرید بازی میکنید. خوبه؟ بریم به اتاق بازی بچه ها. بفرمایید. برید پلار مواظبتون. مراقب پله ها باشید. خب
بریم اتاق بازی بچه‌ها رو ببینیم. بچه‌ها دستبند دارن؟ بایستی برن توپ‌هایی که هم رنگ دستبندشون هست رو پیدا کنن، بذارن توی جایگاه رنگی خودشون. متوجه شدی؟ بله. خیر. سوال مسابقه رو ببینیم به اتفاق. فرزندان شما با کمک همدیگر در 120 ثانیه چند توپ هم رنگ را با دستشان میتونن به جایگاه برسونن؟ 1 تا 5، 6 تا 10، 11 تا 15 و بیشتر از 16. 6 تا 10. 6 تا 10؟ زیاده؟ زیاده؟ نه به نظر کم زیاد. هم گفتم خواستم محافظه کاری کردم. بازیش خیلی ساده یه، 2 دقیقه وقت دارم. من میگم بیشتر میتونم. همینجور توپارو بردارم توی دایره بچینم. بیشتر از 16 تا. اونو من نمیتونم راهنماییتون کنم. شما توانایی فرزندانتون رو بهتر میدونید. تواناییشون واقعا زیاده ولی خب 11 تا 15. 11 تا 15 گزینه بهتری باید باشه. خیر. میشماریم میریم اتاق بازی. 3 2 1. 120 ثانیه از همین لحظه آغاز میشه. بچه‌ها باید سرعتشون رو بیشتر بکنن. پدر و مادر میتونن راهنماییشون کنن. بله، قرمز و آبی رو میذارن. قرمز و زرد. یک بازی ساده که شما در آپارتمان هم میتونید این بازی رو با فرزندانتون انجام بدید. نیازی نیست حالا مثل اتاق کودک ما اینقدر مفصل باشه. ما یک مسابقه تلویزیونی هستیم ولی به هر حال با اشکال مختلف این بازی رو میتونید با بچه ها انجام بدید. مطمئن باشید که براشون مفید واقع میشه. شاید هم بیشتر از 16 تا. 1 دقیقه از زمان سپری شد. پنجاه ثانیه از زمانشون باقی مونده. جان بله بله صداتون میشم. سیدا داری سبز و قرمز و مامان 40 ثانیه. سیدا سبز و قرمز و اشتباه میذاری. سیدا سبز و قرمز و اشتباه. فقط 30 ثانیه. سیدا سبز و قرمز سبز و قرمز و جوشو عوض کن. سیدا جای سبز و قرمز ای وای چرا قرمزا رو اشتباه روما جای قرمز و سبز عوض کن. روما جای 10 9 8 7. و پایان مسابقه خانواده حاجی احمد. به نظرم میرسه که اونجا یعنی حتما به من اعلام خواهند کرد. احتمالا اونایی که اشتباه گذاشته رو اشکال نداره. اون جای رنگ اونایی که جای رنگی ها رو اشتباه گذاشته بودن شمردین؟ نه اونا نشمردن. نه اونا رو نشمردن. بنابراین ستاره قرمز تقدیم خانواده حاجی احمد خواهد شد. اما فراموش نکنید مسابقه همچنان ادامه داره. ستاره های طلایی ارزش زیادی دارن. وقتی ایشالله به میز فینال رسید یا میز جوایز رسیدید، هر ستاره طلایی 2 فرصت انتخاب به شما میده تا بتونید به جایزه 300 میلیونی یا 30 میلیون تومانی ما برسید. بریم به استقبال مهمان بعدی. از این چیزی که من فکر میکردم توانمندتر بودن و خب خوب بود، لذت بردم، ما هم لذت بردیم اینجا وقتی دیدیم که انقدر، مخصوصا وقتی دیدم که نیتا انقدر حواسش جمعه، مراقب خواهرش هم بود، به اون میگفت که اشتباه گذاشته و خوشحال شدم بالاخره اینو دیدم. بازیه دیگه، تلاش میکنم برای ستاره طلایی. حالا قرمز هم قرمز هم شاید نداره، قرمز هم رنگ قشنگیه. عیدتون مبارک باشه. اما مهمانان بعدی ما 17 سال زندگی مشترکشون رو آغاز کردن. یک خانواده 4 نفره. دعوت میکنم از خانواده شیخی. بفرمایید. مراقب پله ها باشید لطفاً.
مراقب پله ها باشید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. عیدتون مبارک باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مجری محترم آقای بازقی، تماشاگران حضار در سالن و بینندگان محترم داخل منزل. اکرم قلیچ هستم، مامان شهریار و شهرزاد، دو قلوهای شیطون رو دوست داشتنی. از خطه سرسبز گلستان شهر گرگان، 17 ساله که ساکن تهران هستم. سال نو، سال 1402 رو تبریک میگم خدمت همه شما. انشالله که سال خیلی خوبی رو بتونیم داشته باشیم و اومدیم که امشب بتونیم یه مسابقه شاد و پر انرژی رو اجرا کنیم. انشالله براشون دست بزنین. اینقدر سلیس و روان صحبت کردن. آقای شیخی سلام خدمت شما، آقای بازقی و تماشاگران داخل سالن و بینندگان محترم تلویزیون. محمد شیخی هستم، پدر شهریار و شهرزاد. سال 1402 رو خدمت شما و همه مردم عزیز ایران تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی داشته باشیم و اگه اجازه بدید سال نو رو خدمت همشهریانم به لهجه سیستانی تبریک میگم. بله بفهم. این سال جدید خدمت تمام سیستانیگو، کوچکگون زابل و بچه های کوچکگون سیستانی های شمال تبریک میگو. امیدوارم که سال خوب و خوش و خرمی داشته باشه. سلامت باشید. شهرزاد شهرزاد خیلی علاقمند به چوبه. بله دقیقاً. یعنی خیلی. یعنی ما هر جای پارک بریم، تفریح بریم، چوب که ببینه برمی‌داره. و شهرزاد؟ شهرزاد برخلاف شهریار یه دختر برونگراه، خیلی اجتماعیه. خب. جایی که میریم زود رابطه برقرار می‌کنه. بعد میتونم در موردش بگم که کار هنری هم انجام میده. کاری علاقه داره به کار دستی، خیلی علاقه داره. چیکار میکنه مثلا؟ من خودم تایمایی که تو خونه بیکارم باهاشون کار میکنم، حالا هم شعر و نقاشی کار میکنم. در کنار اینا از همون کوچیک که بودن، یه کارتون کوچیکی بود تو خونه، بطری نوشابه چیزی بود، جمع میکردم میگفتم اینو کار دستی درست کنیم. الان دقیقاً شهرزاد این عادتو داره که حتی اگه رستوران بیرون میریم مثلا نوشیدنی سفارش بدیم، بطری نوشیدنی رو برمیداره میاره خونه، میگه ماما اینو میخوام کار دستی درست کنم. یه سبد زیر تختش داره، این وسایلو میذاره داخلش. زیر تخت بچهای شما پر از دنیا. یه دنیا رازه. رازه. آره یه دنیا رازه توش. ما نمیدونیم بچه‌ها تو ذهنشون چی میگذره، ولی خب به هر حال خیلی خوشحالیم از اینکه دو تا بچه خلاق هستی که علاقمند به طبیعت، یکی علاقمند به هنر و هنرهای تجسمی. علاقمند شدیم به اینکه این خواهر برادر زیبا و خلاق رو ببینیم. دعوت کنیم از شهریار و شهرزاد شیخی. آهسته بیا بچه‌ها، آهسته، آروم آروم، نکشیدن دیگه. مراقب پله‌ها باشید. بپا 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 بسنی دوستان. سلام سلام، خودتو معرفی کن دخترم. سلام، اسمم شهرزاده. عیدت مبارک باشه. عید شما مبارک. تو بزرگتری یا شهریار؟ شهریار. چند دقیقه؟ یک دقیقه شاید. یک دقیقه بزرگتره، یعنی داداش بزرگت میشه شهریار، درسته؟ آره. بله؟ بله. خیلی خب، میکروفونو بده شهریار. سلام سلام، خودتو معرفی کن پسرم. اسمم آقا شهریار. شما میشی داداش بزرگ شهرزاد خانم، درسته؟ آره. بسرم علاقت به چوب برای چیه؟ چون که به بابام بدم آتیش بزنه اونا رو. خب از چرا میاریش خونه؟ اونجا جاشو تو طبیعت. خب میارم توی خونه، ای بیرون بدم شاید یکی از بچه ها بیاد چوبامو برداره ببره. آها، میاریش خونه که گم نشن؟ آره. شهریار و شهرزاد باید برن به اتاق بازی. بریم ببینیم آیا اولین ستاره طلایی امشب رو به دست خواهند آورد یا نه. بریم به اتاق بازی. بفهمید بچه. برید اتاقی برید. قرار بدند 1 تا 5، 6 تا 10، 11 تا 15 و بیشتر از 16. براشون توضیح دادن؟ بله بله توضیح میدم بازی. به نظرم بیشتر از 16 تا. گزینه 4 رو انتخاب میکنن. با شمارش من میریم به اتاق بازی بچه ها. 120 ثانیه رو آغاز میکنیم، ببینیم اولین ستاره طلایی امشب رو میتونن به دست بیارن یا خیر. میشماریم 3 2 1.
120 ثانیه آغاز شد. شهر ما ماسدامو میشنردیم. آبی و زرد نصیب شهریار شد. آبی و زرد، سبز و قرمز. چهار تا. آفرین شهرزاد. همونجوری که گفتن یک بازی ساده، آپارتمانی، بی سر و صدا میتونید با بچه هاتون انجام آفرین. بدید، نیاز به چیز خاصی هم شهریار. نداره. شهرزاد 80 ثانیه زمانشون باقی مونده. شهرزاد شهریار، شهرزاد شهریار، 70 ثانیه شهریار، شهرزاد شهریار، شهرزاد شهریار. نیمی از زمان مسابقه سپری شد. شهریار، شهرزاد شهریار، شهرزاد شهریار، بچه‌ها با سرعت دارن بازی خودشون رو انجام میدن. اینجا ما در استودیوی کودکشو با پدرها و مادرها مسابقه میدیم. 35 ثانیه. خیلی بیشتر از 16 تا شد. 30 ثانیه. شهریار، شهریار، 20 ثانیه. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه ستاره طلایی رو تقدیم خانواده شیخی بکنیم. مسابقه ادامه داره و قراره که خانواده شیخی در کنار خانواده حاجی احمد ادامه مسابقه رو انجام بدن تا ما تقدیم شما بکنیم. آماده میشیم برای بخش بعدی. خیلی خوشحالیم. بعد اینکه بچه‌هامون تقریبا بازی رنگ‌ها رو تو خونه باشون انجام میدیم میتونستن انجام بدن، فکر می‌کردم بتونن 16 تا رو ببرن. میدونستم که ستاره طلایی می‌گیریم و امیدوارم که این ستاره استارت کارمون باشه که بتونیم هر 5 ستاره امشب رو ردیف کنیم برای خودمون. آماده ایم، آماده. کلاغه روی دیوار صدا میزد قارقا، میگفت خبر خبردار، اومده فصل رها، هوا شده پاک پر، سبز در اومده خاک، برفا دیگه آب شده، چشمه ها پر آب شده، بهار عید نرو اومدن از امروز، با سفدای پر گل، با لالا و با سنبول، در این بهار زیبا دنیا شده با صفا. نوروزتان پیروز. امیدوارم که همیشه لباتون خندان باشه. حداقل تصمیم بگیرید از سال 1402 این اتفاق برامون بیفته. جدول مسابقه رو ببینیم. خانواده حاجی احمد یک ستاره قرمز و خانواده شیخی یک ستاره طلایی. همونجوری که عرض کردم ارزش ستاره های طلایی این هست که در میز جایزه بخش پایانی دو فرصت انتخاب به شما میده. پس تلاش بکنید، ناامید نباشید، تازه مسابقه شروع شده. سه بار بعد این بازی رو انجام بدیم. یک بار آقایون انجام میدن، یک بار خانم ها انجام میدن. بعد تصمیم میگیرید که یا آقا یا خانم برن انجام بدن. توپ 16 تا توپ هست، میذارید روی اله کلنگ، سعی میکنید بندازید روی سبد پیش روتون. در نهایت تعداد توپ ها شمرده میشه، ستاره طلایی تقدیم خانواده ها خواهد شد. اول آقایون دوست دارن تشریف بیارن یا خانم ها؟ آقایون. برای آقایون دست بزنید، بفرمایید. چپ دست هستید یا راست دست؟ هر دو. یعنی اشکال نداره سبد اون بر باشه برای شما؟ کدوم بر؟ اون سبد. این؟ نه. میشواریم. 3 2 1. هیچ فعلا
نه نه بذار خانماشو راهنماییشون کنن. راهنمایی کنین همسراتونو. علی یه کوچولو. نه چیز میکنیم. از وسط ترا بیار بالا به نظرم. از وسط ترا. شما هم میتونید راهنماییشون کنین اگر فکر میکنید. تماشاچی عزیز. او خوب بود، خوب بود. همینا بالا بالاتر بالا. محمد تو بیا پایین‌تر بعد تکون بده. حالا بنداز. اولی. علی بالاتر یه ذره یواش. خوب بود این اشکال نداره. واو. عجله نکنن این زمان نداره. واو. خوب بود. همینو برو. عالیه. خوب دارم پیش میرم. زمان نداره دستت. نه. خیلی ضربه زیاده. آره یه ذره ضربشو کمتر کن. هر دو همزمان. نه علی کلاش اومد دیگه برو. خانم شیخی اصلا راهنمایی هم نمی‌کنن همسرشون درسته؟ من صحبت کنم تمرکزشون تمرکزش به هم بیاد. آقای شیخی هنوز دو توپ دارن. توپ اول که نشد. خانم ساتیا رو. و توپ آخر. خب تشریف بیارید توپای تعداد توپا رو به من اعلام کنید لطفاً. توپای داخل سبد رو بفهمید. در آریم؟ در بیاد نشون بدید به دوربینا. سه توپ. شما چند تا؟ سه تا. شیش تا. شیش توپ. خیر برشون دست بزنید دوستان. سر جاتون بیستید. بفهمید بیستید کنار همسراتون. ما دوباره صحنه رو مهیا میکنیم. این بار با خانوم ها شیخی و حاجی احمد. و اما خانوم ها آماده بازی شدن. 16 توپ. زمان نداره. الان یک تجربه هم آقای حاجی احمد دارن هم آقای شیخی میتونن راهنماییتون کنن. میشماریم. 3 2 1. توپ رو بذار وسط. منو ببین یه دقیقه. ابلر الان یه بار دیگه عجله نکن. بذار وسط. آها دو آها بذار بیاد پایین. حالا بذار توپ. حالا یه بار 6-3 بذار رو زمین. نه تو خانواده شیخی هست. تاپش کن. حالا نه نکش تگش نکن. توپو بذار بیاد یه مقدار پایین تر. انتها یه ضربه بزن. بیا بالا. بالا. حالا ضربه تو یکم محکم تر. بره پایین وسط تا که رسید یواش. آره آره یه مقدار. بیا بره پایین. هیچ عجله نکن. آها حالا یه ذره بالاتر یه کوچولو. فعلا که یه بار دیگه توپی در سبد قرار نگرفته. نتیجه همون 6-3 هست. نه ببین ببین گوش بده یه مقدار بذار بیاد پایین تر. پایین تر. آره از اینجا خوبه. آها توپو بذار وسط. بلش کن. حالا خوب بود. خوب بود. دارن تلاش خودشون رو میکنن. یکم بیاد سر شیخی و چوب بیار پایین تر. حاجی احمد. آها یه ذره ببین زاویهشو یه ذره بیار رو. آها بیا پایین تر. بیا پایین تر. ببین تایم که نداریم. عجله نکن. یه کوچولو خوبه. خوبه. آها 6-3 به نفع خانواده شیخی. نزدیک هم رد بشه قبوله. البته یک فرصت بازی دیگه وجود داره. ببین عجله نکن. یه نفس بگیر. یکم کار کنم. سر تخته رو بیار پایین تر. خوبه. حالا رها کن. حالا
عالی بود. یک کم پایین تر. دوربین ما هم همین مورد حسابات توپا قرار میگیره. برو. حالا. آفری. عجله نکن. پایین. خوبه؟ برو. برو. ببین شیبش رو بیشتر کن. میگه آها آها بیشتر. خواه. برو. آفرین. 7-3. یه بار دیگه. عجله نکن. عجله نکن. خودم برای خوب بود. و آخرین توپ. حالا. خوبه. خیر. تا اینجا خانواده شیخی موفق شدن 7 توپ رو در سبد قرار بدن و خانواده حاجی احمد 3 توپ. توپ ها رو جمع میکنیم، میپرسیم شما یا همسرتون میرید آقای حاجی احمد؟ شما بازی میکنید؟ آقای شیخی شما بازی میکنید؟ پس باز هم رقابت به آقایون میرسه. یه کوچولو بریم برگردیم. باید ببینیم که ستاره طلایی این بخش به کدام یکی از خانواده ها خواهد رسید. الان رو کاغذ خانواده شیخی از شما جلوتره، ولی ممکنه شما هر 16 تا توپتون رو هم بتونید توی سبد بریزید. پس رقابت سختیه. خانم ها توصیه ندارین شما برای همسرتون؟ نه، امیدوارم که موفق بشه. من خودم بازنده بودم. چی اشکال نداره، تجربه اولتون بود. و شما خانم شیخی؟ با همون روال قبلی بره اوکیه. بسیار عالی. میشماریم. محمد عجله نکن. محمد زمان نداره، عجله نکنید. هفت سه نتیجه هست. هفت چهار فقط 3 توپ دیگه. 7-5. 8-5. محمد یه ذره صبر کن. علی عجله نکن. 8-5 باز اختلاف 3 توپ هست. آروم. اصلا محمد عجله نکن. ایوه محمد یکم سب یکم نفس علی عجله نکن. اصلا عجله نداری. ایوه ایوه علی دقت. اختلاف 3 توپ هست فقط. ایوه آقای حاجی احمد استاد تیر دروازه شده الان. 9-5. علی دقت. محمد یکم صبر کن. نفس بگیر. صبر کن. 9-6. بازم اختلاف 3 توپ هست. علی دقت کن. علی دقت. واو. ایوا گفتم استاد دی دروازه شدی. آخرش برو. آب همو بنداز. بنداز. آفرین. خب. بیسی تا بازی آقای شیخی هم تموم شه. یه نفس عمیق. محمد یه نفس عمیق بکش.
و همزمان با آخرین توپشون ستاره طلایی تقدیم به خانواده شیخی. بله آخریش هم انداختی سبر. بسیار عالی، خیلی متشکرم و ممنونم. بریم بخش بعدی، جایی که قرار خانواده ها از همدیگه شناختشون رو بگن. بریم جدول برنامه امشب رو ببینیم یک بار. بله، دو ستاره طلایی، دو ستاره قرمز حاصل کار خانواده های شیخی و حاجی احمد هست. یک خانواده با 17 سال زندگی مشترک و یک خانواده با 14 سال. چقدر نسبت به هم شناخت دارید؟ خب خیلی. یه درصدی بخواید بگید چقدر میشه؟ چند درصد؟ 90 درصد. 90 درصد. 90 درصد. شما چی؟ تا حدود 80 درصد. 80 درصد. علارغم اینکه 17 سال زندگی مشترک داریم. درسته. به نظرم هم نمیشه همه لایه‌های درونی آدم‌ها رو کشف کرد، ولو اینکه سال‌های سال هم با هم زندگی بکنن. درسته؟ بله. اما آقایون قرار شده که جان فشانی بکنن. من جان فشانی نمی‌کنم. من جلو توپه نمی‌رم. قبلا بهت گفتم. شما باید برید. نه من نمی‌رم. من می‌خوام عمدی اشتباه جواب بدم، یه ذره خالی کنم خودم. این توپه شما می‌دونستید همچین اخلاقی داره؟ آره خودم بهش گفتم. اصلا من می‌خوام اشتباه جواب بدم، تازه مال اونا هم می‌خوام کمک کنم درست بگم توپ اینا هم بخوره بهین. انتقام بگیره، انتقام 14 سالو دقیقاً می‌خواد بگیره. من اصلا یکی از دلایلی که اومدم کودک شما، کسی که ستاره بیشتری داره انتخاب کنه که خانم‌ها برن یا آقایون؟ اون که جرأت نمی‌کنه که خانم‌ها. من آقایون انتخاب می‌کنم، چون شهریارم عاشق اینه که حتما به من تو خونه میگفت بهت رب بزنن میری فردا کودکشو. آقا من شرمنده شما دیگه، بالاخره گفتم ستاره های طلاییمون با ارزش. شما داستان رمو و جولیت کار دست ما دار، اشکال نداره. آماده میشیم آقایون، حاجی احمد و شیخی در استودیو مجاور مقابل توپ میشینن، سوالاتی پرسیده میشه، ببینیم ستاره طلایی به کدوم یکی از خانواده ها تعلق خواهد گرفت. شیخی و حاجی احمد، بریم ببینیم چه شکلی شدن. بریم استودیو مجاور ببینیم چه شکلی. آقای حاجی احمد. بله. دستون بیاریم بالا ببینیم تو با زر. میدونم همیشه دوست داشتی جلوی توپ بشینی، هر دفعه برنامه ما رو میدیدی. به خدا نه. آقای شیخی. بله. بله، شما خیلی با صلابت و خیلی با لبخند نشستید، انشالله لبخند به لب همه مردم ایران باقی بمونه. خیر، ما این فرصت رو به شما میدیم که اولین سوال رو بپرسیم، اگر درست پاسخ بدید به خانواده آقای شیخی شلیک خواهد شد. اما سوال ما این هست، 14 سال زندگی مشترک داشتید و مهربانترین شخصی که آقای حاجی احمد در خانواده شما سراغ دارن؟ زینب، خواهرم زینب. خواهرتون. پس لطفاً چیزی نگید، بریم ببینیم چه اتفاق میفته. آقای حاجی احمد. بله. مهربانترین فردی که در خانواده همسرتون وجود دارن نامشون چیست؟ خانواده همسر؟ بله. از نظر خودتون ها؟ زینب. نسبتشون چیه؟ خواهر همسرم. خواهر همسرتون هستن. اولین توپ رو شلیک کردیم. چه جایی هم خورده به شیخی. خب سوال بعدی از خانواده شیخی است، اگر درست پاسخ ندید باز مجبوریم که به آقای شیخی شلیک کنیم. امسال اگه قرار باشه اتفاق خوب بیفته و شما اون رو مشخص کنید، اون اتفاق چیه؟ یه اتفاق خوب امسال، یعنی هیچ آرزویی ندارید که امسال براتون اتفاق بیفته؟ آرزو برای دوردست ها داریم، برای امسال فکر نکردیم. حالا فرض کنید دوردست هاتون همین امساله.
اینطوری بگیم همون خونه. مستأجر هستید شما؟ نه، یه خونه توی شمال داریم، یه ذره مشکلات داره برای ثبت سندش اینا، اون مشکلش حل بشه. دغدغه من و آقای شیخی اون دغدغتون دوست دارید امسال حل بشه؟ بله. لطفا چیزی نگید. آقای شیخی. بله. ما از همسرتون یه سوال پرسیدیم، گفتیم که اگر یک آرزو داشته باشند که امسال بخواد حل بشه، اون آرزو چی هست؟ یک جوابی به ما دادن، اگر این همون جواب رو به ما بدید ما از شما میپذیریم. آرزو برای امسال؟ بله، فرض کنید که امسال اون آرزو مثلا برآورده میشه. مسافرت بریم. مسافرت بریم. بشنویم از زبان همسرتون. بگید خانم آرزوتون چیه؟ مشکل سند خونه شمال حل بشه. این آرزوشونه. انشالله که این اتفاق بیافته. ما براتون دعا میکنیم که این اتفاق بیافته. سوال مهم. ستاره طلایی داره اگر جواب درست بدید. و اما سوال ما این هست، اگه قرار بود که شما شما شاغل هستید دیگه. بله. بله. کارتون چیه؟ من حساب دارم. اگر قرار بود که به غیر از کار حسابداری یه شغل دیگه داشتید، دوست داشتید چی کاره میشدید؟ وکیل. وکیل میشدید. بعد چیزی نگید لطفاً. آقای حاجی احمد. بله. اگر همسرتون دوست الان حسابدار هستن دیگه، درسته؟ بله. اگر دوست داشتن به جز حسابداری یه شغل دیگر میتونستن انتخاب کنن، چه شغلی رو انتخاب میکردن؟ وکالت. آقای حاجی احمد، بیان رو آقای حاجی احمد. میشه دوتا بهش بزنید؟ بزنید؟ آره. میگم چون دوست نداشت، شما تشریف بدید اینجا، خودتون بزن. هر ستاشو بزن. علی من معذرت میخوام واقعا. بریم خونه میکشم. یک. دو. و. میرم. این جواب درسته بود؟ اگه اشتباه میکردن سرمو میبردی؟ شما خودم درست گفتن. البته که شما درست نگفتید، بیشتر خانواده شیخی یه ذره اشتباه کردن. درسته؟ شما دوتا درست گفتید. دوتا درست گفتید. دوتا بود. خیلی خوب، ستاره طلایی این بخش تقدیم میگردد به خانواده حاجی احمد. تقریبا تازه داره رقابت ما جون میگیره. جدول رو ببینیم یک بار. بله، دو ستاره طلایی، یک ستاره قرمز خانواده شیخی، دو ستاره قرمز، یک ستاره طلایی خانواده حاجی احمد. دو ستاره دیگه باقی مونده، یکیش یک بازی مشترک هست که حالا توی بخش بعدی خدمت شما خواهم گفت، و یکیش هم شناخت و پرسش و پاسخ از فرزندانتون. بعد ببینیم که کدام خانواده موفق بشن به میز جایزه ها برسن. به سرعت بریم بخش بعد. خسته نباش. و اما صندلی طلایی برای تصاحب یک ستاره طلایی دیگه، و ببینیم کدام خانواده موفق خواهند شد که این ستاره رو به دست بیارن. توضیح میدم، ما موسیقی رو پخش میکنیم، سه بار صندلی رو فعال میکنیم، هر خانواده‌ای که موفق بشه دو بار صندلی رو تشخیص بده با چشمهای بسته و راهنمایی همسراشون، طبیعتاً ستاره طلایی میگیره. آماده اید؟ میریم برای صندلی طلایی. مجاور ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چه شکلی شدن. سلام علیکم، دست کن بدید. آقای شیخی چشماتون رو بستن. صدا ضعیفه. الان خوبه؟ صدا من میشنوی؟ الان بهتره. خیر، پس از اینکه ما موزیک رو قطع کردیم، شما بایستی غلط بزنید تا من بتونم صندلی‌ها رو فعال کنم. اگر هم می‌خواید صندلی رو پیدا کنید، حتما باید با شیوه غلط زدن پیدا کنید، نباید پاتون راه برید. همسراتون راهنماییتون می‌کنن، مثلا میگن به سمت بالای سرت باید غلط بزنی، به سمت پات باید غلط بزنی، چون چپ و راست اونجا خیلی معنی نمیده. آماده هستین؟ بله. می‌شماریم.
موسیقی رو قطع کنید لطفا. خب دراز بکشید، غلط بزنید، تون تون غلط بزنید، بچرخید قشنگ. میافتی یا نه؟ نه نه نیافتی. غلط بزنید، غلط بزنید، غلط بزنید. بس بس بس. صندلی رو فعال می‌کنیم. خیلی نریم. علی خب بیا بیا بیا. بچپ، چپ، چپ، چپ. ببین زیر پاته، زیر پاته. علی زیر پاته. علی زیر پاته، پا. آفرین نصیبی، نصیبی آفرین. خیلی خوب بود. چه خوشحال. آفرین. بیستی لطفاً چشمنداتون رو بردارید. بله خیلی خوب، ستاره طلایی تقدیم می‌گردد به خانواده حاجی احمد. هر دو خانواده در دو ستاره طلایی و دو ستاره قرمز مساوی هستند و باید ببینیم اگر که مساوی بشید، یعنی اگر هر دو ستاره طلایی به دست بیارید یا هر دو ستاره قرمز به دست بیارید، چون مساوی هستید هر دو خانواده میرید یه میز جایزه ها و با هم دیگه مشترک میتونید با هم دیگه انتخاب بکنید. هر ستاره طلایی دو فرصت انتخاب رو خواهد داد. بریم بخش پایانی، جذاب، پرسش و پاسخ از بچه‌ها و همیشه سوالاتی که ما رو متحیر میکنه جواباش. کم داریم به پایان برنامه امشب نزدیک میشیم. خانواده حاجی احمد با دو ستاره قرمز، دو ستاره طلایی به این مرحله رسیدند. چون هر دو خانواده مساوی بودید در تعداد ستاره های طلایی، از خانواده شروع کردیم که اول ما خدمتشون بودیم که میشه خانواده شما. چقدر خوب میشناسین بچه ها رو؟ بچه ها رو که خوب میشناسیم، ولی اصلا قابل پیشبینی نیستن. یادم تو یکی از مسابقاتون از بچه پرسیدن دوستای مهمونی کجا بری، گفت خونه عمه. بعد پدر مادرشون گفتن ما اصلا عمه نداره این بچه. یادتون هست؟ بچه ها نمیشه، بچه ها نمیشه. بچه ها قابل پیشبینی نیست، ولی انشاءالله تو لحظه هم دیگه، بچه ها تو لحظه زندگی میکنه. بله تو لحظه انشاءالله. حالا چون سه سال هم با هم دیگه خیلی نزدیک تر بودید، شاید حالا اگر جوابایی که کمکی باشه، چون که خب ما کلا هم خیلی تو خونه با هم بازی میکنیم، خیلی وقت من تماما وقتی که از سر کار میام علی زحمت همه کارا رو به عهده میگیره و من تمام وقتم با بچه هاست. براشون دست بزنید. واقعا یعنی فقط به من میگه تو با بچه ها وقت بگذارم، ما با هم بازی میکنیم. آشپزی هم میکنن؟ بله. باید یه شب دعوت از همه بیشتر بهتر میپزن. باقالی پلو با ماهیچه هاش عالی میشه. یعنی واقعا دلم خواهد باشه. قیمه هاش هم خیلی عالی میشه. خیلی خب آفرین به آقای حاجی احمد. فکر نمی‌کردم واقعا. آره. قضاوت رو ظاهر نه نه به ظاهر نه، به اینکه گفتی اگه این توپ رو بزنی من قرام می‌کنم میشن. نه. نه. علکی رخ عقاب گرفتی ولی دلت پروانه است. آرا. اسمش؟ آرا. عروسکش آرا. آرا. آره آخه این اصلا متن چیزه. دیگه نیست. آرا. اصلا فکرش نکن. آرا. همین الان داشت این بخش رو بسپر به همسرتون. نه میگم یه ذره فکر کن تعدیگا ته نگیره خوبه. آره عجله نکن. نه به خاطر اینکه همین الان گریه میکرد میگفت آرا رو تو پارکینگ جا گذاشتم، من چه مامان بدی هستم، تو هیچ وقت ما رو جا نمیذاری. ای جانم ای جان. ببینید پس بچه‌ها، ببین آینه بزرگتران ما همیشه تو برنامه‌مون هم میگیم هر کاری ما انجام بدیم عین همون کار در ذهن بچه‌ها ثبت میشه. بریم جواب سیدا رو ببینیم. سیدا جان بله، به نظرت بهترین اسباب بازی چیه؟ عروسکم آرا. با یک جواب 100% اولین سوال رو خانواده حاجی احمد درست پاسخ دادن. سوال دوم،
سیدا چه بازی رو بیشتر از همه بازی‌ها دوست داره؟ چه بازی؟ چه بازی با خواهر برادرش بازی می‌کنه؟ خاله بازی رو بیشتر دوست داره. آخه شاه وزیر هم خیلی دوست داره. با اسباب بازی یا همین بازی چی؟ نه، چه بازی رو بیشتر از همه دوست داره؟ خب هم مامان بازی شاید بگه و هر چی شما بگید ما همون رو خاله بازی و مامان بازی مامان بازی میکنم. ولی آخه چیزه، شاه وزیر هم دوست داره اون قدم رو شاه وزیر رو یادش نمیاد. هم مامان بازی. مامان بازی. بریم جوابشو بشنویم. سیدا جان، چه بازی از همه بیشتر دوست داری؟ تاپ تاپ خمیر. تاپ تاپ خمیر. آه تاپ تاپ خمیر. تاپ تاپ خمیر. آجانا. چه بازیایی بود اون موقع؟ ما الان هم بازی میکنیم. همون میخوام بگم که شما چقدر خوب که هنوز اون بازی ها رو انجام میدی. خیلی خوب بود. همه بازی قدیمی رو انجام میدیم. ما بعضی موقع هم به ما کمک کنید بازی جدید اضافه کنید. بابا شما که خودتون صاحب منصبه تو این بازی. نه به هر حال یه بازیایی که بشه تو آپارتمان انجام داد، مزاحمت برای همسایه‌ها ایجاد نکنه. خیلی خب، سوال سوم. به نظر سیدا چیکار کنیم مریض نشیم؟ غذا بخوریم، قوی بشیم. چیکار کنیم مریض نشیم؟ دستمونو بشوریم. نه، بشور دستاشو میگیم بشور. مریض نشیم. لباس بپوشیم. نه، چیکار کنیم مریض نشیم؟ زمانتون به پایان رسیده. غذا بخوریم. غذا بخوریم. میوه بخوریم، غذا بخوریم. میوه بخوریم، میوه خشک بخوریم. میوه دوست داره؟ خیلی. بریم جوابشو ببینیم. اما میوه. سیتا جان، چیکار کنیم که مریض نشیم؟ چیزا رو رو هم رو هم نخوریم. رو هم رو هم نخوریم. راست میگه، خوب یادم مریض میشه. دو سوال دیگه باقی مونده. اون دو سوال رو باید درست جواب بدید. ما 5 تا سوال میپرسیم، 3 تا اگر درست جواب بدید ستاره طلای تقدیم شما خواهید کرد. سوال بعدی رو ببینیم، سوال چهارم. ان شاء الله که سوال خوب باشه. به نظر نیتا آرزوی باباش چیه؟ وای. اصلا دعوای همیشه میگه تو آرزوی بابا بچه‌هاش سالم باشن. همیشه میگه سلامت بهترین چیز دنیاست. مریض نشه. بچه‌ها سالم باشن. چون همیشه میگه سلامتی بهترین چیز دنیاست. یک جواب به من بدی. بچه‌ها سالم باشن. بریم ببینیم. سلامت. نه، آرزوی بابا چیه؟ اینه که داداشم خوب عشق باشه بنویسه. داداشش خوب عشق باشه بنویسه. اون بعد میگه دغدغه بابا. فکر کردم اشتباهه. اون دغدغه کلمات نمیشه. آرزو اشتباهه. بله. خیلی خب، سوال پایانی. آخه. خب ستاره قرمز گفت. به نظر اینتا یه روز خوب چه روزیه؟ این سوال مهمه. حالا ستاره رو که قرمز شد. نه. به نظر من نه، همیشه میگه جنگ نباشه. نه. آره به خدا همیشه میگه جنگ نباشه. آره. یعنی در این حد فلسفی جواب میده. آره، یه وقتای اینجوریه. آفرین بهش. نیتا مثلا میگه یه روز روزیه که جنگ نباشه. چون ما صحبت میکنیم نیتا بعد ما میگیم جنگ نباشه، جنگ بده، جنگ خوب نیه. نه، اون میگه مثلا آره دیگه هیچ موقع جنگ نباشه مثلا. بسیار عالی. حالا که ستاره قرمز گرفتید، فرقی نمیکنه. به هر حال من فکر میکنم همین جوابش رو ببینیم. به نظر شما یه روز خوب چه روزیه؟ روزی که گل و گیاه‌ها اذیت نشن. اوه جان، روزی که گل و گیاه‌ها اذیت نشن. آفرین بهت، آفرین بهت. ستاره قرمز تقدیم خانواده حاجی احمد. اما همچنان این خانواده هم امیدوارن که به فینال راه پیدا بکنن، در صورتی که خانواده شیخی موفق نشن ستاره طلایی این بخش رو به دست بیارن. میریم به استقبال خانواده شیخی. حسنا نباشید. با و اما خانواده شیخی
باید ببینیم که موفق میشن ستاره طلایی به دست بیارن یا خیر. شهریار و شهرزاد قطعاً سوالاتی ازشون پرسیدیم، 5 پرسش پرسیدیم، اگه 3 تاش رو درست و عین بچه‌ها جواب بدید ستاره طلایی به دست میارید و به تنهایی به بخش میز جایزه ها میرید. اما اگر که شما هم ستاره قرمز بگیرید همراه با خانواده حاجی احمد، خودتون چجوری دوست دارین؟ قطعا اگه با هم باشیم خب مشترک بهتره، چون بچه ها خوشحال میشن. بسیار عالیه. اما سوال اول، چرا شهرزاد دوست داره کوچولو بمونه؟ بازی کنه؟ چرا شهرزاد دوست داره کوچولو بمونه؟ چون بازی کنه؟ یا اصلا دوست نداره کوچولو بمونه؟ چرا شهرزاد دوست داره کوچولو بمونه؟ یک پاسخ به من بدید لطفاً. چرا دوست داره کوچولو؟ آره برای چی دوست داره کوچیک باشه، بزرگ نشه؟ بله زمانتون به پایان رسید. دوست داره بزرگ بشه، میگه من دوست دارم بزرگ بشم زودتر. الان گفته میخوام کوچولو بمونم به این دلیل. چرا؟ اگر نگفته باشه دوست دارم بزرگ بشم، کوچولو بودنش بازی میشه قطعاً دیگه. چون بیشتر بازی کنه. یه جواب به من بدید. زمانتون به پایان رسیده. بگو خودت. آره. بازی کنه. بازی کنه. بریم ببینیم جوابشو. شهرزاد دوست داری کوچولو بمونی یا بزرگ بشی؟ کوچولو. چرا دوست داری کوچولو بمونی؟ چون تو بغل مامانم جوشم. جواب قشنگتر از این میخواستیم؟ تو بغل مامانم جوشم. آخه آخه بچه ها چه دنیایی دارن واقعا برای خودشون. خدا براتون حفظشون کنه. سوال دوم ببینیم، به نظر شهریار چیکار کنیم مریض نشیم؟ به نظر شهریار چیکار کنیم مریض نشیم؟ دفعه خوشتون یا ماسک بزنیم؟ به شهریار همیشه میگیم رو هم نخور مریض میشیم. به نظر شهریار چیکار کنیم مریض نشیم؟ بعد هم نیست که ایننده های توی خونه این سوالات رو طراحی کنن، شبها، حالا شبهای نوروز هست در کنار خانواده هستید، بتونید با بچهاتون این بازی ها رو انجام بدید و بیشتر بشناسیدشون. وقت شما به پایان رسید، بفرمایید. دستامونو بشوریم. دستامونو بشوریم. بریم جوابشو ببینیم. خیلی تاکید داریم روی این موضوع. آقا شهریار. بله. چیکار کنیم که مریض نشیم؟ روی خودمون پتو بندازیم. روی خودمون پتو بندازیم. مریض. سه سوال باقی مونده، هر سه سوال رو بایستی درست جواب بدید. اما سوال سوم، به نظر شهرزاد چیکار کنیم هوا تمیز بمونه؟ خیلی سوال سختیه. هوا تمیز ما پرسیدیم به نظر شهرزاد، شهرزاد چیکار کنیم هوا تمیز بمونه؟ آشغال نریزیم؟ نه، داره میگه هوا تمیز بمونه، محیط که نه. و جواب شما؟ جوابش قطعا مربوط به هوا میشه یا فقط تمیزی؟ من اون روزا نبودم از بچه‌ها می‌پرسیدم. میگه آشغال نریزیم. آشغال نریزیم. آشغال نریزیم. منم میگه آشغال نریزیم. بریم ببینیم. شهرزاد. بله. به نظرت چیکار کنیم که هوا تمیز بمونه؟ گرد و خاک پاش ندیم هوا. گرد و خاک پاش ندیم هوا. پاش ندیم هوا. خب شما هم ستاره قرمز گرفتید، این دوتا رو دیگه لذتش رو برید دیگه. سوال چهارم، آیا بابا کاری کردی که شهریار ناراحت بشه؟ آیا با من؟ کاری کردم؟ کاری کردی که شهریار رو ناراحت کنی؟ شما شهریار رو ناراحت کنی، گوشی بهش ندی. شما میگه هیچ کاری نکرده؟ نه، هیچ کاری نکرده. گوشی بهش ندی؟ اگه گوشی؟ نه، هیچ کاری نکرده.
هیچ. چون شهریار خیلی وابسته به باباشه، هیچ وقت ناراحت نمیشه. باباشم اکثرا مطیع شهریاره. بکنم میگه حتما یه کاری کرده، ناراحتش کرده که گفته. شاید هم نکرده. بریم ببینیم. نه میگه هیچ کار. شهریار. بله. کدوم کار بابا تو رو ناراحت میکنه؟ اصلا هیچ کاری نکرده که من ناراحت بشم. آی جانم. آفرین به شما. و سوال پایانی. یه روز خوب از نظر شهرزاد چه روزیه؟ چه روزیه؟ از نظر شهرزاد بازی کنه. تولدش باشگاه؟ نه نه. یه روز خوب چه روزیه؟ روزی که بازی کنه. زمانتون به پایان رسید، بفهمید؟ بازی کنه. روزیه که بازی کنه. بریم جوابش خودش رو ببینیم. شهرزاد. بله. به نظر تو یه روز خوب چه روزیه؟ روز بابا بشه. روز بابا بشه؟ آره. روز پدر روز خوب شهرزاده. بهتون تبریک میگم، انقدر بچه ها دوستتون دارن. هم دوست داره کوچولو بمونه تو بغل مامانش جا بشه، هم بهترین روزهای زندگی بچه ها روز پدر هست. ما ستاره قرمز رو تقدیم میکنیم به خانواده شیخی با دستای شما. بله. و اما میز جایزه ها بخش بعدی همراه با هر دو خانواده خواهیم بود، خانواده حاجی احمد و خانواده شیخی. هر دو دو ستاره طلایی دارن و در مجموع 8 فرصت انتخاب. بریم بخش بعدی که هیجان انگیز است. اما خانواده حاجی احمد و شیخی مشترکاً امشب فینالیست شدن. جدول رو یک بار به اتفاق خودشون و شماها ببینیم. بله، دو ستاره طلایی و سه ستاره قرمز. ما گفتیم که هر ستاره طلایی دو فرصت انتخاب از این اعداد به شما خواهد داد. درسته؟ پس در مجموع 8 فرصت دارید. میتونید با هم مشورت کنید، میتونید انتخاب کنید، میتونید در یک مرحله رسیدید انصراف بدید با مشورت هم دیگه. آماده اید؟ بله. اول کدوم خانواده انتخاب میکنن؟ شما که تعداد فرزندی بیشتر دارید. باش. خوبه؟ و اما عدد انتخابی خانواده حاجی احمد هستش شماره 13. 13 رو بگید. 13. نه یک رو بگیم عدد شماره 13. عدد 13. باز کنیم؟ باز کن. یه اولین فرصتشون رو امتحان میکنم. دینامیت. تا الان که هیچی برنده نشدید، یعنی 1,000,000 تومان هم نشد. خانواده شیخی عدد شماره 1. فرصت اول شما رو هم به سرعت باز میکنیم. شمش طلا و 1,000,000 تومان جایزه برنده شدید. فرصت دوم ببن. 15. ساتیار میگه 15. 15. شما چرا همش این یه تیکه؟ ساتیار انتخاب کرد. ساتیار انتخاب کرد. چند تا فرصت الان؟ دو تا فرصت سوم میشه. میشه سوم. 5 تا فرصت دیگه دارید. این رو هم ببینیم. خب، صفر میشه، اشکال نداره. استاد دینامیت پیدا کردنی. دو تا دینامیت، یه دونه شمشه طلا. من تو خیلی دارم که بعد انتخاب میکنم. بذار ببینم دوستان چی میگن. پنج. عدد شماره 5.
دینامیت میشه آوازم ها دیگه، همه فرصتاتون میشه دینامیت. باز کنیم در نهایت الان ما عددی که میگیم به هر مبلغی برسیم تقسیم میشه بین خودمون. بله بله تقسیم میشه. باز کنیم اینو. فرصت چهارم هست از هشت فرصت، درسته؟ دو تا دینامیت که ترکید. ولی هیچی هنوز برنده نشدید. بذار باز کنیم ببینیم یا شانس و یا اخبار. شمش طلا و 1,000,000 تومان. فرصت سوم شما. ما هم بدونه فرصت سوم تو چهارده بگیم هفت. نه البته هفت رو دوست دارم. هفت رو دوست داری. دوباره دینامیت باشه صفر میشینا. اشکال نداره لذت. خیلی خوب میشماریم همه با هم. من جایزه خواب اینجا. شما فرصت سومتون بود، فرصت سوم شما خواهد شد. شماره نو. الان شما سه فرصت، شما سه فرصت، فقط دو فرصت باقی میمونه. میشماریم. صفر، صفر، صفر. دوباره روز از نو، روزی از نو. هر دو خانواده یکی یه فرصت دارید. عدد شماره هشت و چهارده. ابتدا چهارده رو باز میکنیم. خب هشت رو مسترید باز کنید. تا الان 1,000,000 تومان برنده شدید که جایزه مشترکتون هم هست. این آخرین فرصتتونه. من این رو میگیرم از شما، مال خودمه دیگه. هشت رو نمیگیم، دو فرصت دیگه بهتون میدم. خوبه؟ چند تا دینامیت داریم کلن؟ پنج تا. سه تاش در اومده؟ بله. آره خوبه دیگه. دو تا دینامیت مونده، دو تا فرصت بعدی جفتش دینامیت میشه. بعدا چیکار کنیم؟ اینو باز کنیم؟ دو فرصت رو بگیریم. مال شما دو فرصت دیگه میگیریم. دو فرصت دیگه نمیشه. فرصت شما، عدد شما؟ آقای بازی هشت تا نشون نمیدید چی بود؟ چرا نشون تو میدم؟ ممنون. عدد شما؟ سه. نه 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 عدد شما؟ نه نه اجازه بدید. یه عدد بگو بگو. ده. سه و ده. آه ده همه من مخواستم بگو. خب شد. اون دینامی میشماریم. سه، دو، یک. و میشماریم. نمیخواد عوضش کنی؟ شما بگیر. ریش و قیچی دست شماست. عوضش کنیم اونو با جای دیگه؟ بله میتونید عوض کنیم. آره به آقای بازقی اعتماد کنید عوض کنید. عوض کنن یا نکنن؟ ایده با دست، من صداتون نمیشم. با دست عوض کنن. اونایی که موافقن دست بزنن، اونایی که مخالفن دست بزنن. شما خودت پیش دارید چیه؟ عوض کنیم؟ عوض کن. وقتی شما میگیم ما به شما اعتماد میکنیم. یه عدد دیگه بگید. یه عدد دیگه. 12 قبلش ده رو باز کنیم ببینیم. اگر که تماشاگرها میخوان که من باز کنم دست بزنن. صدای دستشون بشه. میخواید اینو باز نکنیم؟ دو تا فرصت آخر رو دیگه بهتون بدیم. خوبه؟ پس 10 و 12 رو باز کنیم. مثلا کلا پوش 12 رو باز کنیم. نه نه. دو فرصت رو می‌خوام. نه دیگه. نه دیگه اینجوری بعداً مال رو می‌ریم. دینامیت کردیم دیگه. دیگه تموم میشه دیگه. دینامیت تموم بشه. نفر یه فرصت دیگه. یا 10 و 12. حالا
اون چی بود آقای بازرگان؟ نمیگه دیگه دینامیت همه دارم دیگه الان چون تعداد دینامیت ها کم شده اجازه بدید که بازرگ ما 11 شما 11 بگید 6 11 و اگر دینامیته به خاطر خانواده ما ناراحت نمیشیم لذت و یاره کل جایزه ها میره نگران نباش اصلا ما ناراحت نمیشیم لذت میبریم بخواید همون 12 رو باز کنیم اون دینامیته 12 یا 6 اونایی که میگن 6 دست بزنن نه نه با دست من نمیشتم 6 طرفدارای 6 دست بزنن 12 آقای بازدقی، پیشنهاد خودت چیه؟ من دلم خواهد شما خوشحال بدین راستش رو بخواهم بفرم 6 و 12 فرقی نمی کنه، 10 دینامیته 10 دینامیته؟ چیه؟ 10 دینامیته؟ به نظر من 10 دینامیته می خواهیم ببینیم؟ ببینیم نه دیگه من نه دیگه، حالا بین 6 و 12 12 کدومش؟ 6 و 12؟ 12 12 دینامیته 12 نیست میشماری همه با هم بقیه رو هم من باز میکنم دیگه خیلی هم نمونده 6 بود 6 هم حدا بود همه دو دینامیت دور هم گفته بودی؟ دینامیت آره خیلی خانواده های شیخی و حاجی احمد مشترکاً موفق شدن 4 میلیون تومان برنده بشن مبارکشون باشه برنامه بسیار خوبی بود پر انرژی بود مخصوصاً توی جواب بچه‌ها یه چند تا جواب درجه 1 داشتیم از هر دو خانواده که لذت بردیم که پدر مادر چقدر زحمت می‌کشن برای تربیت فرزنداشون این نشان دهنده این بود که به هر حال سوالات ما رو یک جوری جواب داده بودن که پر از عشق و پر از احساس و پر از محبت بود یک بار دیگه نوروز رو بهتون تبریک میگم نوروز فرصت خوبیه برای اینکه برای بچه‌ها وقت بذارید برای پدر و مادر هم وقت بذارید بزرگتر برای پدر و مادر وقت بذارید اگر سالم و سر حال هستن اگر نیستن که حتما به بچه‌هاتون آموزش بدید ببریدشون سر خاکشون و بهشون بگید از خوبی‌هاشون تعریف بکنید امیدوارم که تونسته باشیم امشب یه لبخند کوچولو رو لباتون بیاریم تا برنامه بعد بدید خیلی متشکرم.